بریم سراغ آقای سیاوش عبستای عزیز، ببینیم که ایشون برای ما چه مسائل و مطالب جالبی دارن. مدتی بودی مصنبی به تعویق افتاده، بنابراین آقای سیاوش عبستا هم باید پروپیمانه وارد این برنامه بشن. خیلی متشکرم، روزتون بخیر آقای سیاوش عبستای عزیز. درود بر شما استاد چرفشایی، روز و شبتون خوش، آرزو دارم خوب و خوش و شاد باشید. گرمترین شادباش‌های نوروزی رو به شما بینندگان مهربانمون، برادرم مهندس امیر شجره، کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی و ایسی جان پیشکش میکنم و خلاص پیمان همیشه پره استاد چرفشایی هستیگه به وقتی داری که با هم هستیم. در ابتدا میخوام زادروز زرتشت بزرگ رو و همه مهربان یاران در سراسر جهان شاد باش بگم. پیام‌آور خرد، نور، روشنایی، دانش و فلسفه زندگی که همه فلاسفه و اندیشمندان جهان استاد چرفشاهی از زرتشت نخستین که 7700 سال پیش در دولت ایلامیان با آفرینش حکومت پادشاهی ایلامیان خودش رو پیام‌آور جهان کرد به عنوان پیام‌آور خرد، نه به عنوان پیغمبری که خدا آورده و بهش وحی میده و میگه این کارو بکن اون کارو بکن. پیام‌آور خرد و دموکراسی و آزادی و مردم سالاری، این پیام نخستین زرتشت بود 7700 سال پیش. بدین رو سال 7761 آغاز شده و همه شاد باش میگم. استاد چرفشاهی، ایران آزاد نمیشه تا اذهان پرت و پریشان مردم سرزمینمون که هیچ، چون مردم سلحشور آزادی داریم که میبینید، ولی تا این روشن فکرهایی که تاریک فکر هستن تریبون و قلم در دست دارن، 1402 سالی که این رژیم رو نگه داشتن، تا اینها آدم نشن، شعور پیدا نکنن، ایرانی نشن، ایرانی نیندیشن، ایران آزاد نمیشه. استاد چرفشاهی، قلم و تریبون دست کسانی که هست، اینها بایستی ایرانی بشن، به ایرانی بیندیشن. استاد چرفشاهی 1402 سال پیش، حالا به قمرش میشه 1400 خورده، باز بیشتر میشه، پیامبر اسلام ایشون مورد اذیت و آزار خانواده خودش قرار گرفت و از دهکده مکه شبانه فرار کرد به سوی یثرب. داماد خودش جناب امام علی رو تو رخت خواب خودش خوابوند. اون موقع همزشون امام علی نبود، علی ابن ابی طالب بود. تو رخت خواب خودش خوابوند که اگر میان ایشونو بزنن بنده خدا رو بکشن جای ایشون، و ایشون خودش فرار کرد، رفت به یثرب. اسم شهر یثرب در پی دعوتی که مردم یثرب ازش کرده بودن، دو تا قبیله اونجا بود، دو تا قبیله یهودی اونجا، اینا با هم درگیری جنگ رقابتی داشتن، گفتن این آقا که اونجا هست، چون میگه الله و فلان اینا، بیاریمش میشه رئیس جمهور ما، حل اختلاف میشه. ایشون تا رسید اونجا دیگه انصار و مهاجرین و قصه شون و پیوند خوبت اینا رو که میدونیم، و بعد از یک سری جنگ هایی که ایشون انجام داد، نه هرگز خود ایشون هم نگفتن حرب، جنگ، غزوات، غزوه یعنی کاروان زن، یعنی غزوه. خود اینها هم به امریکا که حمله کرده به سوریه و اینا میگن غزوه الامریکیه علی العراق، غزوه الامریکیه علی سوریه، یعنی میگن تازش و دستبرد و راهزنی آمریکا به این کشورها. برای همین که بعد غزوه شما غنیمت دارید، غزوه و غنیمت. جنگ هرگز به کار نرفته در کارهای پیامبر اسلام، میگن غزوه. ایشون غزواتی رو شروع کردن و درگیری های و و و و بعد بعدن گفتن خب حالا این شهر یثرب رو من اسمش میذارم مدینه، چون ریاست جمهوری من و وضع بهتر شده. مدینه همین شهریگری است، یعنی شهر شهریگر، یعنی شهر با تمدن که بر الاخر. خب از همون روز نخستم ایشون سپاه آماده کردن برای حمله به ایران، که اسامه دم مرز بود که بخواست به ایران حمله کنه، دم مرز مدینه، که پیامبر اسلام فوت کرد که توسط یک بانویی که توسط ایران سازماندهی شده بود، پادشاه ایرانشون مسموم شد و رفت. خب حالا
استاد شرفشایی سال همینه، قربونتون برم، من فدای شما بشم و فدای همه مهربان یارانی که تریبون در دستم. آقا 1402 تاریخ تازش تجاوز به سرزمین توست بیچاره، صبح تا شب میگه 1602 سلام دیگه. نه من که حالا 40 سال داریم میگیم که بعضی وقتا طنز و بعضی وقتا شوخی و بعد همه دیگه بگن نگن. صیاد عزیزم اومد اول برنامه شبیه با پرای صیادش مطرح کرد، غیر غیره آقای درودیان به ما میگفتن. حالا اینا بگذاریم، آقا اساتید بزرگی مثل استاد فریدون جنودی که صاحب دانشگاه در تهران، ایشون اومده میگه معنی سلام یعنی تسلیم دستا بالا، و بقیه هر روز اصلا لجبازی دارن که بگن سلام علیکم سلام علیکم. ما تا پارسی نشیم، ایرانی نشیم، تا دشمن بدونیم کیست و دشمن رو فراموش نکنیم، دشمن رو نمیبخشیم، قاتل رو نمیبخشیم. ما اونایی که بیگناه یه کاری کردن مأمور و معذور میبخشیم، ولی نه بخشش و نه فراموشی. خب تا اینا حل نشه استاد شرفشاهی، 1402 سال گذشته، الان شوربختانه من میخوام وارد این مبحث بشم که اتحاد اسلام در جهان علیه من و شما و جهان آزاد. در خدمتتون هستم، اگه فرمایشی دارین که من ادامه بدم. بله، شنیدین که شما گفتن اینا، ما با عید که مخالف نیستیم، برای که میبینن مردم در حال بدون توجه به دستورات این جمهوری اسلامی که در حال سالهاست بر علیه قدرت تو ایران نشسته، اینا اعلان کردن که آقا ما با نوروز با عید و جشن مخالف نیستیم، ولی باید عید اسلامی بکنیم. مگه میشه یه چیزی که 2400 سال سابقه داره، 7000 سال است تا چرا 7700 سال ما بهار رو جشن میگیریم، 2500 نیست، 7700 سال ایران از زمان ایلامیان نوروز رو جشن میگیره. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله بنابراین این جشن یک جشن کهن اسلام 1400 سال اومده توی این در حال کشورهای خاورمیانه و اینا نفوذ کرده. برای نمیشه شما بگی ما میخوایم عید اسلامی برگزار کنیم، مگه میشه یه چیزی رو که 7000 سال به قول شما سابقه تاریخی داره بیایم بگیم آقا عوضش کنیم بگیم اسلامی؟ هر چیزی رو که نمیشه بگیم اسلام کرده، و اون اسلامی که در حال متوجه هستن همه، منم معتقدم مردم ایران هم باید یه مقداری مطالعه بکنن، برن بررسی بکنن بیشتر که این چجوری اومد و چگونه در ایران نفوذ کرد و خودش رو جا انداخت، و تا امروز میبینیم هنوز یه عده دلا و راست میشن نماز میکنن، نمیدونم این مسائل و دستورات رو اجرا میکنن، در حالی که ایرانی یک سابقه تاریخی کهن داره و اعیادش هم سابقه تاریخی کهنه. و همینه که اینا تسلیم شدن، میگن آقا بیایم حالا عید اسلامی بکنیم. ولی به نظر شما چجوری میشه این عید اسلامی کرد؟ از با خدمتتون استاد چرفشاهی، اینها که نیرنگ دقلوازن، نیرنگ بازترین طبقه در جهان روحانیت هستن، بدین رو مردم بزن تو دهن اینها، تسلیم این حرفا نشید. دو مسئله دیگه استاد چرفشاهی، ببینید جشن نوروز که بهتون من عرض میکنم 7700 ساله است، که 40 سال ما تقویمش رو، تقویم که عکس مبارک شما هم توش هست، هر سال منتشر میکنیم، مردم تو بغلشون دارن، تو اینترنتشون دارن. 7700 جشن سال نوروز و تولد نخستین زایش حکومت خردگرای جهان به نام ایلامیان است. در این مورد زیاد صحبت کردن، الان امریکا رپورتاج درست کرده بر اساس دادایی که من دادیم به اونها و غیره و غیره، توی بحث کردیم، بریم بزنیم فن دو ماند یه گزارشی هست روش کنیم. اما عمر خیام بزرگ 1000 سال پیش، استاد چرفشاهی 1000 سال پیش میاد در نوروزنامه، در ریشه نوروز، اولی که میدونین خیام خودش از امضا کنندگان تاریخ 7000 سال است، فردا که از این دیر کهن در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم. شهبانو چند وقت پیش من خدمتتون عرض کردم این تاریخ 7000 ساله رو محمد رضا شاه به من داد در خواب، گفتم کجا؟ گفتم بابا خانم جان شما سال 1960 اومدید پاریس با محمد رضا شاه، شاردگل اینجا بود. و عرض کنم خدمتتون آندره مارلو وزیر فرهنگش اینجا بود، در چهار قدمه دفتر من در شانزلیزه، در گراند پاله، نه در پوتی پاله، یعنی در کاخ کوچک شانزلیزه که باز خیلی بزرگه، نمایشگاه شاردگل افتتاح کرد با محمد رضا شاه و شهبانو با نام
هفت هزار سال هنر ایران. بابا این تاریخ تاریخ شماست. وقت مردم فراموش میکنن میگن 2500. جناب شرفشاهی، خیام در نوروزنامهش میگه نوروز رو کیومرث آفرید. کیومرث آنچنان که من در کتابام نوشتم، کیومرث اسمش هست گیو ماختن. خارجی ها بهش میگن گیو مختن. این گیو مختن یعنی همون کیومرس، چون عرب ها گاف نداشتن گیو ما رو کردن کیومرس. گیو مختن نخستین انسان متمدنه. یعنی کیه؟ یعنی آدمه. آدمه، چون تاریخ آدم و حوا تاریخ یهودیان عزیز هست، 5780 خورده، حالا یکم اختلافات داره. خب گیو مختن، خیام میگه نخستین آدمی که وقتی که میاد، پادشاه خردمند نوروز رو، اول بهار رو به عنوان سال اون انتخاب میکنه. حالا ما سال زرتشتی هم داریم، 3700 خورده ای، که این آقای ذبیح و بهروز روانش شاد، درود دارم خدمت خانوادهش، ایشون سالها پیش موت کرد. تاریخ 5700 کلیمی رو داریم که یک خانواده یهودی ایرانی اینها مد کردن. تاریخ 2023 داریم که خب تولد زایش عیسی مسیحه. اما تاریخ 2500 شاهنشاهی که من تایید میکنم تو تقویم ما بونم آوردیم، ولی این خبر میخوام به شما بدم، پس از اینکه در زمان محمد رضا شاه شجاع الدین شفا رفت اسرائیل و دید جشن زایش کوروش رو گرفتن و برگشت، به محمد رضا شاه پیشنهاد کرد و اونها پذیرفتن، گذاشتن به 2500. تولد زرتشت نیست، تولد پادشاهی نیست، تولد کوروش عزیزم از کوروش کبیر. که بعد البته بعد یک چند ماهی شما ایران بودید، یادتونه در میدان مطبوعات بودید، اون سال رو خود محمد رضا شاه ملغا اعلام کرد. استاد شجاع الدین شفا که پاریس بود، من در خدمتش بودم، رفیق ما، دست کم ماهی یک بار ما همدیگر رو میدیدیم در جلسه دادگاهی که احسان نراقی داشت با یک ایرانی اینجا و غیره، تقویم جدید در اومده بود، ما بهش دادیم تو دادگاه پاریس، گفت ارسطو ای کاش زمان محمد رضا شاه تو می بودیم، ما این تقویم این سال رو بود میگرد. خب ما که از متعلق نشده بودیم. یعنی استاد شرفشاهی داده های نوین هر روز به ما داده که چشم جدیدی از آثار و تمدن 7000 ساله ایران شده. جدیدترینش همین رپورتاج آمریکاست که به درخواست اندیشمندان امریکایی اینها، و پس از این اطلاعاتی که ما منتشر کردیم تا این 40 سال، ناسا آقای شرفشاهی ماهواره به فضا فرستاد و این رو از زیر خاک ها و کویر سوزان عربستان سعودی فیلم برداری کردن تا اسرائیل، ایران، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، تو اون بالا تمدن کهن ایلامیان نهفته در خاکه. خب 7700 سال ما تمدن داریم، وقتی بگیم 1402 تاریخ تازش به ما، کدوم یهودی اومده تاریخ تولد هیتلر رو تاریخ خودش بکنه، اسم بچه‌هاش بذاره هیتلر و ایناست تا چرفه. حالا به همین مناسبت که روسرین اینا دوباره آوردن به شیوهای دیگه دارن بر ملت سلحشور و قهرمان ایران تحمیل میکنن، یه فیلم 30 ثانیه‌ای داره آقای کارگردان عزیز، همون فیلم پیامبر میذاره، ما میبینیم که آقا این حمزه عموی پیغمبر اسلام هست، میاد در برابر ابو سفیان توی مکه، باش با هم دعواشون شده، بعد ابو سفیان میاد میگه آه ای که پسر عموی ما حمزه است، چرا رو تو پوشوندی مرد حسابی؟ میگه من این رو برای پوشش از صحرا سرم کردم. یعنی بدبخت زن ایرانی پیرزن که این لچک رو سرت کردن، میگه خدا گفت، اسلام گفت، دین گفت، فلان. ایمان صحراگرداست که زن و مرد سرشون میکردن و میکنن که تو صحرا که شن و طوفان هست، به تو زن متمدن پاریسی، تهرانی، مصری، لبنانی، ترکی ربطی نداره که تو اینو میپوشی سرت میکنی. همین 30 ثانیه رو ببینیم آقای شرفی. بله الان میارم بالا ببینیم. بله من حمزه است که رو پوشیده از شهر می گذارم و درستی می کنم و سوار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف می زنم و سوار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف می زنم و سوار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف می زنم و سوار راه پوشیدم، با
دشمنم چهره به چهره. استادان بزرگی در ایران هستن استاد شرفشاهی، من روی ماه این فیلمسازها و دستان گرمشون رو میبوسم و میفشارم. اینها آقای شرفشاهی استاد عزیز میان 40 ساعت، 30 ساعت، 20 ساعت، 10 ساعت، 4 ساعت فیلم میسازن فقط برای اینکه همین پیام به تو بدن پیر ایران، پیر زن، پیر مرد ایران، لچک نشان صحراگردی است، حتی به اسلام ربطی نداره. خب تو تا آدم نشی یه رو سرت باشه برای این بزننت، چی نگی کتکت بزنن، این چهار فیلم ندارم که بهتون نفرستادیم که مثلا باغ ارم میخواد یا رو بره وارد بشم یا آقا کلار از سرت خانم بردار رو سری باید سرت کنی. بدبخت بیچاره این مال صحراگرداست، یه عموی پیغمبر بود حمزه میگه برای دفاع شن صحرایی رو سرم کردم. حالا استاد شرفشاهی، البته همینا رو میگم مال پیرپسرا است، اینا دورانشون تموم شد، خوشبختانه نسلی که امروز اومده یک نسل شورشگر و اسیانگر و انقلابی بزرگی است که میره جلو و چون به تناسخ بقا معتقد است و میدونه روح هستن که آزاد میشه، اون فره ایزدی به فرمان اهورامزدا در هستی جاودان است، در کالبد دیگری زندگی پیدا میکنه، از اینها نمیترسن. بچه ما شما این دختر رو ببینید در پاسارگاد، یه فیلم دیگه است، یه دختر شجاع و دلیر و سرحشور ایرانی، ببینید همین امروز، همین امروز ها در پاسارگاد چجور برای شما شاهنامه میخونه، چجور با شما فریاد آزادی میزنه. این فیلم هم 30 دقیقه است، آقای کارگردان محبت بکنن ببینیمش همین پاسارگاد رو، که شجاعت و درود بفرستیم به این فرزندان دلیر سرزمین آریا. اینها از پای نشستن، اگر پیر پاتال ها از پای نشستن و تو خونه هاشون خزیدن و میترسن، این نسل نو و جوان. ببینیم جناب شرفشاهی، بعد عرضی هست اگه وقت شد خدمتتون میگم. بخوام برام یزدان پاک، بخوام برام دلیران، بخوام برام سرمانا که میرم مملات مردان تاریخ هست. قلم بسیار ناچیز هست، فرق نالایق نام بزن هست که طبق این واقعی زمانی که درون سینه هر وقت میاری نام ایران هست. نگاه کن به اطرافت، اصالت از نگاهت چیست؟ اصالت اصالت در شکست لشکر محمود افکار است، اصالت در توفنگ بروی محمود افکار است. نگاه کن به اطرافت، ببین امروز نیک این میجوشد برای آری و فرزند، برای شیرزنی های توبی مریم، برای خانه خانان شیرنی مردان که روزی انگلیس را گفت. مقام است گر بخواهد گفتند از آسمان پاک ایرانم، سرش را باج میگیرد شده باریش. اینها استاد شرفشاهی وارثان رضا رهنورد هستند. پای جوخه اعدام میگه نه قرآن نه نماز و گور من مخانید. اینها وارثان کیان هستند؟ مادرش میگه گفت از کتاب تازی بیزارم. اینها وارثان نیکا هستند، ژینا کردستانی هستند، روسری ژینا برداشت سوزون کشتنش بچه‌ای. این نسل ایران رو با آزادی میرسونه، نه این نصر پیر و پاتال و فرسوده ای که هر ستمی رو که پذیرفتن هیچ براش توجیه هر روز آفریدن. استاد شرفشاهی، همین امروز در یونان یک گروه تروریستی رو با کارت هویت پاکستانی ولی ایرانی بودن اینا دریافت کردن، بازداشت کردن که اینها رفتن اونجا کار تروریستی انجام بدن. اینها 1402 سالی که تروریسم رو به دنیا صادر کردن، مرگ و خشونت رو به دنیا صادر کردن. استاد شرفشاهی، الان هم یه نکته هست، پدر من از کوچیکی به من یاد داد و تاریخ ما به ما یاد داد، زرتشت ها به ما یاد دادن، پادشاهان سلحشور آریایی به ما یاد دادن. دشمن دشمن نتوان حقیر حقیر و کوچک شمرد، دشمن رو با
باید بشناسیم دشمن امروز ما جمهوری اسلامی فقط نیست. اگر رادیو بی بی سی میبنده چون رادیو رو کسی گوش نمیکنه، تلویزیونش هست، نباید خر بشیم بگیم واو دیتو بی بی سی هست با جمهوری اسلامی چی محکمه بر نه آقا او سالاس میخواد ببنده، ورشکست شده بودن سالاس میخواد ببنده، کسی گوش نمیکنه. حالا استاد شرفشاهی در جان الان دو تا قدرت پدید آمده شوربختانه، یکی قدرت حق یکی باطل، یکی نور یکی تاریکی. تاریکیش رهبریش با پوتین چین هست و جمهوری اسلامی ایران. اینا استاد چرفشه یک اتحاد جهانی به وجود آوردن، الان خصوصا با صلح با عربستان سعودی سه تا اسلام تروریست در جهان و ارتجاعی و غیره متحد شدن، عربستان سعودی، ترکیه، جمهوری اسلامی. و این خطرناکه، این خطرناکه، باید جدی با این مقابله بشه تا اینکه هر چه زودتر اینها از وگرنه مثل اوکراین همه جای جهان رو اوکراین میکنن. وقت نداریم دیگه، باید با شما خدا برم این پیمانه تا یک کمی از پیمانه رو خدمتتون گفتم. بسیار ممنون از شما، تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بینندگان عزیز.